در آستانه سالگرد 16 آذر روز دانشجو مصاحبه داریم با رفیق فرزام معینی، یکی از فعالین جنبش دانشجویی ایران. رفیق فرزام، سلام عرض می کنم. عرض سلام و ادب احترام خدمت شما. خیلی خوش آمدید. متشکرم، سپاسگزارم. رفیق فرزام، قبل از هر چیز خودتون رو برای شنوندگان و بینندگانمون معرفی کنید. فرزام معینی هستم، فعال سیاسی دانشجویی که بالغ بر 10 سال در تشکلها و انجمنهای مختلف در دانشگاه بین‌الملل قزوین و تبریز فعالیت سیاسی اجتماعی داشتم. رفیق فرزام، ارزیابی شما از حرکات و دغدغه‌های دانشجویی در سالگرد 16 آذر روز دانشجو در دانشگاه‌های کشور چیه؟ خب اگر به تاریخچه جنبش دانشجویی نگاهی بیاندازیم، شاهد این هستیم که همواره جنبش دانشجویی باید مسئله مرکزی مواجه بوده و همواره دغدغه‌شو داشته و اون عدالت و دادخواهی بوده. عدالت و دادخواهی شاکله و محوریت اصلی جنبش دانشجوییه و همواره جنبش دانشجویی نوک پیکان در تحولات سیاسی اجتماعی بوده و هست. اما خب جنبش دانشجویی تحت تأثیر مسائل داخلی و خارجی به مثابه دیگر امور دچار یک نوع بحران هویت شده. یعنی چند سباهیه که ما با بحران هویت در هر موضوع و مسئله مواجه هستیم. در حوزه داخلی با توجه به فشارها و سرکوبهای قهری که مواجه هستیم و همچنین خمودگی و سستی که در خود دانشگاه ها و بدنه دانشجویی به وجود آوردن و در خارج از کشور تحت تأثیر صنعت فرهنگ و نظم نوین جهانی که خودشون در میدان تعریف شده خودشون هر چیزی رو تعریف و باز تعریف میکنن، خب دستخوش یک نوع کاهلی و تنبلی فکر شده. اما پیرامون بحث ما در 16 آذر و تحت تأثیر این روز، برخلاف سالهای قبل، ما از پارسال از دیماه 96 شاهد یک نقطه عطفی در بدنه و جنبش دانشجویی بودیم. بعد از خیزش مردمی جنبش دانشجویی یک نفس تازه‌ای در روح بدنه و جنبش دانشجویی دمیده شد و شکافی که ما بین حاکمیت و مردم به نام اصلاح یا اصول یا غیر وجود داشت، این از بین رفت که در اعتراض ها و شعارهای مردم کاملا عیان بود و این میتونه یک سرآغازی باشه برای خروج از این بحران هویت به شکلی که خود دانشجو خودش رو، جنبش رو، اعتراضاتش رو تعریف بکنه. و امسال در 16 آذر امسال که چند روز دیگه تو شاهدش هستیم، خب به طب اولین 16 آذر بعد دیماه 96 خواهد بود و این موضوع بسیار این روز رو در امسال برای ما پراهمیت‌تر میکنه. نگاه حکومت به فعالیت‌ها و تشکل‌های دانشجویی چیه؟ حکومت یک نگاه ایدئولوژیک به تشکل‌ها و کنشگران دانشجویی داره و هدفش قبضه کردن نبض دانشجوه و همواره در دهه‌های اخیر تلاش داشته که رسالت دانشجویی رو، رسالت جنبش دانشجویی، رسالت اصلیش رو که همواره پیرامون مسائل سیاسی اجتماعی و مطالبه محور بوده، به انحراف بکشونه.
به شکلی که حتی در شکلی بسیار سخیف و وقیح تبدیل به جنگ شادی بکنه هر آنچه که در طول سال برای دانشجویان حرام و خلاف قوانین و مقررات شمرده میشه در این روزها سعی میکنن آزاد بکنن، من جمله رقص و پایکوبی و موسیقی که دانشجو و فکر دانشجویی رو از اون رسالت اصلیش و از اون هدف اصلی 16 آذر که به شکل نمادین از 16 آذر 32 و به دنبال مطالبات به حق سیاسی اجتماعی شکل گرفت به انحراف بکشونن. چه نوع کنشگری در دانشگاه های ایران مورد توجه دانشجوها و تشکل‌های اوناست و چشمانداز فعالیت های دانشجویی رو شما چگونه ارزیابی میکنید؟ ببینید، نکته مهمی که برای کنشگران دانشجویی و جنبش دانشجویی بسیار حائز اهمیت هستش در وهله اول استقلال جنبش دانشجوییه. یعنی جنبش دانشجویی همواره باید مستقل از احزاب عمل بکنه و هیچگاه پیاده نظام احزاب نشه. و مهمتر این که هدف جنبش دانشجویی رهایی بخشه، یعنی رهایی از قدرت باشه، همواره سعی رو بر این داشته باشه که ساختار و قدرت رو مورد نقد و نقادی قرار بده نه تعریف و تمجید. در چنین شرایطیه که اگر جنبش دانشجویی، کنشگران دانشجویی به دنبال ایجاد حوزه های متنوع سیاسی باشن بهتر مورد استقبال قرار خواهند گرفت. و چشماندازی که میشه ترسیم کرد با توجه به اتفاقات اخیر، روز دانشجو دیگه الان صرفا روز دانشجو نیست. روز دانشجو الان با توجه به فعالیت ها و دادخواهی هایی که امروز در دانشگاه کشور شاهدش هستیم، روز کارگره، روز کامیوندارانه، روز معلمه و میتونیم نسبت به این موضوع که قشر مظلوم و زجر کشیده جامعه رو به همگه پیوند داده یک نگاه مثبتی به این جنبش داشته باشیم در روزهای آتی و سالهای آتی. هدف مستقیم حکومت در سرکوب دانشگاه ها چی می باشه و دانشگاه برای پایین آوردن هزینه های فعالیت متشکل چه کاری باید بکنه؟ ببینید، تک صدایی و نشنیدن صدای منتقد و مخالف، همونطور که خدمتتون عرض کردم، به علل خصوص در روزهای اخیر که شاهد دستگیری و بازداشت دانشجوهای زیادی هم بودیم، کماف سابق هر سال ما شاهد این هستیم که قبل و بعد روز دانشجو دستگیری ها و بازداشت هایش صورت میگیره. و عرض کردم با توجه به این که این روز الان یک دست به دستی در میان اقشار مختلف کارگر، معلم و دانشجو به وجود آورده، خب ترس و واهمه زیادی رو در بدن حاکمیت ایجاد کرده و به همین دلیل در یک پیام بسیار روشن که در روزهای اخیر هم شاهد اون بودیم که رئیس نهادهای رهبر در کل دانشگاه کشور جناب مصطفی رستمی علنا بیان کردن که به رقیب فرصت ندهیم، یعنی سیاست و هدف حاکمیت خفه کردن صدای اعتراضات و جنبش های دانشجویی هستش. و برای پایین آوردن هزینه، اون چیزی که بسیار اهمیت داره و پرواز استقلال دانشجو و جنبش دانشجویی، استقلال ارگانهای دانشگاهی است. یعنی تا وقتی که دانشگاه های ما صاحب استقلال نباشند، خودشون در آیین‌نامه‌های داخلی خودشون برای خودشون تصمیم گیرنده نباشند و همواره با دخالت های نیروهای امنیتی و سرکوبگر و نیروهای خارج از دانشگاه مواجه باشند، به تبع ما شاهد این هزینه ها خواهیم بود. فضای امنیتی و پادگانی که ایجاد شده و نیروهای خودسر
و امروزه آتش به اختیاری که در دانشگاه ها به وفور مشاهده میشه، هزینه رو بسیار برای دانشجو و جنبش دانشجویی زیاد کرده و جایی که نقد با هزینه مواجه بشه، خب بسیار تأسف برانگیزه که امروز شاهد این موضوع هستیم. به عنوان آخرین سال، همونطور که میدونید جوان‌ها و دانشجویان در جهان نیروی تغییر و تحول هستند. در چه شرایطی دانشجویان و جوانان میتونن در شکل توده‌ای به مبارزه اجتماعی روی بیارن و ارتباط اونا با دیگر جنبش‌های اجتماعی چگونه میتونه باشه؟ به طب باید دید که دانشجوها جنبش‌های اعتراضی در وهله اول ما باید ببینیم که دنبال چه هستیم، دنبال چه هدف، استراتژی و تاکتیکی هستیم که بسیار مهمه، چون در مواجهه با فقر، ظلم، بی‌عدالتی همواره یک بستر یکسانی فراهم میشه که همه از هر نیرو و از هر حزب و تشکلی بیان اعتراض بکنن. اما خب به طب جوابها نسبت به خروجی یکی نیست، قطعا یکی دنبال تقسیم ثروت، یکی دنبال حکومت شورایی، اما جناح مقابل در عین اعتراض میتونه به دنبال قبض قدرت باشه که این بسیار حائز اهمیت برای جنبش های اعتراضی. و اگر ما با این پرسش مهم روزا لوکزامبورگ خودمون رو مواجه بکنیم که برابری یا بربریت، به طب خیلی بهتر و روشنتر میتونیم راه و مسیر درست رو انتخاب کنیم و پیدا بکنیم و به دنبال اون. معتقد هستم در چنین بستری هست که به شکل انترناسیونال میتونن این جنبش‌های دانشجویی، جنبش‌های اعتراضی در هر جای دنیا به همدیگه بپیوندن و بتونن با یک صدای مشترک، با یک درد مشترک و با صدای رساتر اعتراضهای دادخواهانه و عدالت طلبانه خودشون رو به گوش همه برسونن. با تشکر از اینکه وقتتون رو در اختیار ما قرار دادید، به امید دیدارها و شنیدارهای بعدی. متشکر و سپاسگزارم. تشکر میکنم. سپاس.